عرض سلام و وقت بخیر به برنامه پس از خبر خوش آمدید. حال هم گزارش رو داریم و بعد از گزارش بحث داریم در مورد اینکه حضور سفیر آمریکا از پیامدهای فساد اداری در افغانستان. اما قبل از اینکه به بحث بریم گزارش رو داریم. اطلاعات نهادهای مبارزه با فساد نشان می‌دهد که حکومت از رسیدگی به پرونده‌های شمار از وزیران، جنرالان و دیگر مقام‌های ارشد متهم به فساد چشم پوشی کرده است. اما دادستانی کل می‌گوید که تنها در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد به پرونده‌های 70 تن از مقام‌های بلندپایه رسیدگی شده است. حکومت وحدت ملی 5 سال پیش با شعار پیکار با فساد کارش را آغاز کرد، چنان که رئیس جمهور غنی یک روز پس از تکیه زدن به کرسی ارگ بزرگترین پرونده فساد مالی کابل بانگ را باز کرد. اما این پرونده و شمار دیگر از پرونده های کلان ظاهراً به فراموشی سپرده شد و خلیل الله فیروزی از متهمان کابل بانگ از زندان به خانه برگشتانده شد. ایفای وعدیم در اقدامات ضد کثافت اداری 200 تن از مقام‌های حکومت پیشین و برحال در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد پرونده دارند. یافته‌های نهادهای مبارزه با فساد نشان می‌دهد که از رسیدگی به پرونده‌های 45 جنرال، 22 معین، 22 وزیر و چندین مقام ارشد دیگر چشم پوشی شده است. بعضی از اشخاص بلندپایی به خاطر اینکه رئیس جمهور خوش بسازد شعار مبارزه علیه فساد میده. چیزی را که ما میخواهیم همیش برشنان میگوییم وی است که شما مبارزه علیه فساد به خاطر خوش ساختن رئیس جمهور نکنید. در این میان باورهایی هستند که شماری از حلقه های نزدیک به رئیس جمهور غنی از جمله مشاوران و وزیران پرونده های فساد دارند و از بهر حمایت رئیس جمهور از رسیدگی به آنها چشم پوشی شده است. ای که ما امروز نمیدانیم یکی از دلایل عمده از این است که حکومت افغانستان نخواسته که یک مرجع مستقل وجود داشته باشه که امی اطلاعات را بر مردم افغانستان به شکل دقیق و بر وقت ارائه بکنن. اما دادستانی کل میگوید که به شماری از پرونده های بزرگ فساد کابینه حکومت گذشته و کنونی به شمول 10 اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی، یک وزیر و چند معین رسیدگی شده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فسادداری در این دوران بیش از 200 تن محکوم به مجازات ساخته و در پیوند به این قضایا عواید قابل ملاحظه و چشمگیرم حکم صادر شده تا دوباره به حساب دولت انتقال بیفته. در حال حاضر 6 نهاد حکومتی و غیر حکومتی کار مبارزه در برابر فساد را همزمان به پیش میبرند. شماری از این نهادها به فرمایش رئیس جمهور غنی ایجاد شدند. حال هم برای بحث بیشتر در این مورد آقای لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور و همچنان آقای عبدالرحیم ایوبی عضو پیشین مجلس نمایندگان را در بحث امشب ما با خود داریم. آقای محمود و آقای ایوبی سلام و شبتان بخیر، به برنامه خوش آمدین. تشکر. بحث از آقای محمود شروع میکنیم. آقای محمود، همان گونه که در گزارش دیدیم شعار حکومت وحدت ملی در آغاز، البته در زمان کمپاینش قبل از آغاز به کارش، مبارزه با فساد بود و امروز هم دیدیم یا دیروز البته تقریبا که سفیر آمریکا نگرانی هایی داشت و یک زنگ خطر به افغانستان داد که اگر با فساد مبارزه نشه در آینده های نزدیک کمک های بین المللی با افغانستان یا قطع خواهد شد یا کم خواهد شد. حالا عوامل چی بوده و یا این هشدارها و یا این گفته ها چقدر واقعا قابل نگرانی است بر ما؟ بسیار تشکر خانم نیزا، سلام دارم به شما و به بیننده های فرهیخته شما، همچنان به آقای ایوبی دوست بسیار خوب ما. ببینید، قبل از حکومت وحدت ملی، قبل از سال 2014 هم فساد در افغانستان بود. پدیده فساد متاسفانه به عنوان یک مشکل در افغانستان از بد و تأسیس حکومت جدید، یعنی شکل گیری قانون اساسی و بعد از او تا 18 سال پس، این فساد به مسابقه یک چالش بوده، تلاش های در این راستا صورت گرفته. اما از بعد به تأسیس حکومت وحدت ملی به ایسو، اجازه بفرمایید تا یک و نیم دقیقه به شما کوتاه یک نگاه گذرا بر اقدامات عملی حکومت که تعهد حکومت را در سطح ملی، منطقی و جهانی در امر مبارزه با فساد اداری نشان میده خدمت شما از آن کنم. یک استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری که 2 سال پیش
طرح تایید و تصویب شد، در واقع اراده کلان حکومت را برای مبارزه با فساد اداری نشان میده. ما در کنار 450 قانون و مقرره که تایید و تصویب شده، 3 قانون مشخص به عنوان سندهای تقنینی در امر مبارزه با فساد تصویب کردیم که قانون مبارزه علیه فساد اداری است، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری است، قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی های مقامات و کارمندان عالی رتبه دولت است. بنان استراتژی داریم، 3 قانون داریم، یک شورا داریم به نام شورای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، اداره داریم به نام مک، اداره داریم به نام بازرس در که در چارچوب ارگ کار میکنه. مجموعه این اقدامات عملی مبین تعهد کلان حکومت افغانستان در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی است. بنان حکومت افغانستان در این امر کامیاب است. اخیراً گزارش سیگار نشان داد که از 102 شاخص که در استراتژی مبارزه با فساد اداری مطرح بود، 82 شاخص را دولت جمهوری اسلامی افغانستان عملی ساخته که هم بیان کننده دست بلندش در امر مبارزه با فساد اداری است. بران ما در حوزه تقنین، در حوزه ساختارسازی و در حوزه مبارزه با فساد در کل در مبارزه با فساد اداری گام هایی را برداشتیم. بله، مشکلات وجود داره، از مشکلات ما نمیشه اغماز بکنیم و یک طرفه صحبت بکنیم، مشکلات وجود داره، اما اراده کلان به خاطر مبارزه با فساد وجود داره. فساد یک مبارزه با فساد یک اولویت کلان مردم افغانستان است و اجماع و دولت افغانستان و اجماع کلی در این خصوص وجود داره. آقای محمود، بزرگترین چالش و یا مشکلاتی که شما گفتین در ایران، یکی از مشکلات در کنار ناامنی، در کنار تروریسم، در کنار سایر مشکلات، من خدمتتان عرض کردم که فساد یکی از مشکلات است. ببینین بحث حکومتداری خوب یکی از فلسفه هاش مبارزه با پدیده های است مثل فساد. فساد یکی از برنامه های مبارزه با فساد یک پروسه است، یک برنامه یک روزه و دو روزه نیست. یک پروسه است که نیاز به حاکمیت قانون دارن، نیاز به اراده سیاسی دارن، نیاز به ساختارهای حقوقی و قانونی داره و این پدیده نیاز به آگاهی عامه داره. در اینجا طیف‌های مختلف، رسانه‌ها، علما، معلمین، سایر بخش‌ها بایستی در حوزه آگاهی‌دهی باید گام برداره تا سطح آگاهی مردم نسبت به رشوه‌دهی، رشوه‌گیری کم شود و سطح نظارت بلند بره. پارلمان افغانستان و سایر نهادهای ملی و بین‌المللی سطح نظارت را بالا ببره و دولت افغانستان هم ساختارهایی را ساخته که انشالله مبارزه. بله آقای ایوبی، گفته های آقای محمود شنیدیم و دیدیم، اینا گفتن که واقعا کارهای صورت گرفته، نهادهای تازه هم تأسیس شده از 2 سال به این طرف به خاطر مبارزه با فساد. تقریبا اطلاعاتی که ما هم داریم، تقریبا در حال حاضر 6 نهاد حکومتی و غیر حکومتی است که در این قسمت کار میکنن. شما کارکردهای حکومت در قسمت مبارزه با فساد چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمود صاحب بسیار دوست نزدیک ماست، نه تو باور به خدا کنم قلب میل ارزه، یعنی به خاطر از اینکه گپای اینا محمود صاحب شنیدیم فکر کردم که افغانستان دیگه جور است دیگه. خب وقتی که ما 6 اداره داشته باشیم و ای تو یک رئیس جمهور داشته باشم که با لاب زدن فکر کنم که 100 نمره میگیره. یعنی آقای محمود به نمایندگی از حکومت شوخی میکنه با سرنوشت ملت افغانستان؟ شوخی میکنه با موقف ملت افغانستان؟ شوخی میکنه و چیزی که میگم ما فقط کی شوخی میکنه؟ حکومت و بنمایندگیش دوست بسیار نزدیکی ماشی شوخی است. شما ببینی اگر تلویزیونی آریانا میتونه و یا ایجا یگان کسی که یک پیسه دون وجدان داشته باشه در همین ملت موجود باشه یا در حکومتی که محمود صاحب نمایندگیش صحبت میکنه، ما وضو میکنیم در مسجد و دست به قرآن کریم میزنیم و شاهدی میتم در پیش تمام ملت افغانستان که خود رئیس جمهور پول به پارلمان روان کرده، به وزیرا دادن که وزیر از پارلمان رای بگیره و ما وضو میکنم، رو به کعبه استاد میشم و دست به قرآن میزنم و به نام خداوند قسم میخورم که یک بودجه هم در طول 5 سال که ما در پارلمان بودم نادر نصاب مکمل تصویب شده. آقای ایوبی، شما 2 دور وکیل بودین، آیا بر شما هم پیشنهادهایی شده و یا پول داده شده؟ ما بله، ما
ما میگم که ما قسم به نام الله الله میخورم که شخصا رئیس جمهور پول روان کرده به پارلمان به خاطر کامیابی وزیرش و شخصا رئیس جمهور پول روان کرده به خاطر تصمیم بودجه پارلمان. شما شده اون زمان شما سر بلند نکردید. خودی که اینا دمی میزا ششتم شما آرشیو ببینی حتی دست و پای خود ما به زنجیر بسته کردیم صدا بلند کردیم هزار بار بلند کردیم آرشیو ببینی. اجازه بده. علی اجازه بده. ببینی امی علی امی آلی دا پتند امی پیلند امی پارلمانی موجوده اگر شما یک بودجه را دمی چهار سال به پران حساب تصویب دیدید پارلمان ما ملامت هستم برو آرشیو ببینی دو شش اداره که اینا میگه که ایجاد شده یا قانون ایجاد شده حد اقل رئیس جمهور باید دین روز خودکشی میکرد یک پارتنری بسیار قوی ایالات متحده امریکا سفیر امریکا و گپ 100 درصد درست بوده 100 درصد درست که نه طالب سبب بدبختی است نه تروریسم سبب بدبختی است مطلق فساد حتی آلی خوب فساد اخلاقی در داخل ارگوان شد خیلی در اینجا تنها حکومت افغانستان ضعف های خود داره بله. یا دونر ها همینجا ضعف ها و حکومت خود داشت ما در امریکا وقتی که ما به نمایندگی ملت افغانستان در امریکا به کانفرنس اشتراک کرده بودیم اونمو وقت ما به امریکایی گفته بودیم که شما مطلق شریک جنایتی فساد هستی به خاطر از این وقت که شما میپامی که پلانا وزارت بودجه را مصرف کرده نمیتونه و رشوت است چور است چپاول است شما به اونا چرا بودجه میتی شما چرا به اینا فاند میتی شما باید از روز اول اعتراضای ما از آلی نیست یک چیز دیگه میخوایم محمود صاحبم بشنوا امی آلی سبا حج وزارت حج اوقاف اعلان کنه که ما 2 میلیون قرآن کریم میخوایم چاپ کنیم اگر کسی بدون رشوت دادن قرارداد قرآن کریم گرفته ما خودکشی میکنم این چالش میتم خبر شما گذادم چه خبر میکنیم لوی سانوالم میخوام خبر شوم محمود صاحبم میخوام خبر کنم که سبا حج اوقاف وزارت حج اوقاف اعلان بکنه اعلان که برادر ما میخوایم 2 میلیون قرآن کریم چاپ کنیم تا در مقابل قرارداد قرآن کریم رشوت نگیره از پیشش والله بالله ما به امور روز خودم میکشیم بلیاز خدا نکنیم امیر قبول کنی که چیزی که سفارت سفیر امریکا گفته چیزی که ملت افغانستان هر روز گریه یعنی داره هر روز بدبختی داره در طول 5 سال حکومت چرا نتونسته که مبارزه کنه خودش اراده ای نداشت میگم اراده چی امی علی رئیس جمهور در رئیس جمهوری افغانستان از 200 میلیون دلار زیادتر انتخابات مصرف کرده شخصی از کجا کرده از کجا بوده می پولی که رئیس جمهور گرفت خب اعتراض که ما دو تا بحث داریم ما بحث ها را نباید عاطفی بسازیم و نباید بحث ها را رنگش با قسم و قرآن و با اینا همونطور که جناب ایوبی صاحب گفتن من هم به ایوبی صاحب احترام دارم یکی از نمایندگان ماست و دوست شخصی من است وقتی در مسند رسمی سخن گفته میشه همه گپا سر جاش اینا نظریات خود دارن آزاد مطرح بکنن و ما نظریات خود ببینین یکی حرف های بی مبنا و بی سند است درست یکی عرفای مبتنی بر سند بحث های تقدسی و بحث های عاطفی ای سر جایش بحث فساد برمیگرده به بحث حکومتداری خوب یک بحث علمی است یک بحث تخصصی است بنان در حکومتداری خوب من در آغاز گفتم که مشکلات در امر مبارزه با فساد اداری از 18 سال بدین سو وجود داشت درست است بخش از مشکل ما میپذیریم ما نمیم که همه چیز سیاس یا همه چیز سفید است و این کارها هم صورت گرفته از سفیر آمریکا اشاره کردن دوستان استراتژیک ما با ما دیدگاه راهبردی دارن با ما تعهد استراتژیک و راهبردی دارن در عوضات مختلف با دولت جمهوری اسلامی افغانستان اینا مشترکاً کار میکنند در حوزه فساد اداری بسیار پولهایی که از بیرون آمده بخش از مشکلات بوده که از طرف دونرها مصرف شده مسئول که شما مطرح کردین بنان تعهد دوستای استراتژیک و ما ایست که سطح نظارت بلند بره ساختارهای پاسخگو به وجود بیه با پدیده فساد باید مبارزه جدی صورت بگیره بحث‌های که انتقاداتی که مطرح میشه چی در سطح ملی چی در سطح بین‌المللی ما به تمام نظریات و انتقادات احترام میگذاریم اما نظریات و انتقادات باید بررسی شوه ما نمیتونیم بگوییم که در افغانستان فساد وجود دارد اینجا وجود دارد در کجا در کدام مورد زمانی که آقای ایوبی وکیل پارلمان بودن من به خاطر دارم من به تلویزیون
وزین آریانا به عنوان یکی از گرداننده ها بودم، در مو زبانم از مدارک و اسناد صحبت میکرد. اینا همون مدارکی که در اختیارشان بود یا آل است اونمون مدرک ببره در دادگاه بگه که اینه قدر پول آمد بر مو رقم بسا زیاد از پارلمان افغانستان هم در مو زمان که اینا بودن به عنوان کمیشن کارا مطرح بود به عنوان و ایون که ما نمیخوایم میره بگویم انتقادات وارد بود. بله بودیم. بله ولی ما ای گپ نمیگیم. ما به عنوان نماینده ارگ ریاست جمهوری به عنوان معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میخوایم مسئولانه حرف بزنم و هیچگاه اصطلاحات جرمی و اصطلاحاتی که مبنای حقوقی نداشته باشه مطرح نکنم. خدمت شما عرض میکنم هرگاه مدرک یا سند محکمه پسند نزد آقای ایوبی وجود داره. بله آقای ایوبی که نشان به تو مدرک ببینین. پلیس داریم، سارانوالی داریم، قوه قضاییه داریم. دلایل مادی و معنوی محکمه پسند در صورتی که نزد آقای ایوبی وجود داره، آقای ایوبی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی بکنه که اینی آدم حرفای کلی که فلانی پول آورد، قسم به این، قسم به آن، این پول به فلانی داد، مگر می این حرفا حرفای عوام فریبان است. آقای ایوبی حرفای کاملا تو پلیس بس. شما باید از مورد ادعایی که دارین باید اسناد دارین. شما اسناد دارین اگر اسناد چه به دستگاه عدلی و قضایی بدین. رئیس جمهور افغانستان ول وزارت تاخیر وزارت تاخیر کل د فساد د خو بمانی ویلی اما باید تساقی اجازه بدی وقتی که گپی زمینه میخوایم بله میخوایم سر از این بیایم صحبت بکنیم. رئیس جمهور افغانستان دیروز اون گفت یک اداره را نام یاد نام شگید به نام زمرای پیکان در مقابل زمرای پیکان 11 روز یک جنازه در سر سړک د پیش ارگ مانده بود و رئیس جمهور از آن امروز تا به امروز خبر بود و ارگانه عدلی و قضایی به اینا 8 سال و 6 ماه سزا داده. چرا رئیس جمهور امروز متوجه میشه که 5 سالش ختم شده، 1 سالش دیگه تیر شده، انتخاباتش هم دیگه رئیس جمهور افغانستان هم نیست، تبالیج به زور ششته. خود رئیس جمهور افغانستان گفته که وزارت داخله قلب فساد است. البته رئیس جمهور از با اساس اسناد و شواهد گفته باشه کی را گیر کرده، کیره د ادام روان کده، کیره د بندی خانه روان کده، چرا نکده؟ ببینی اگر ما چشم پوشی میکنیم یا ما از الفاظی بسیار محترمانه استفاده کنیم، 5 سال شده شما هر روز قانون میسازیم، همین 5 سال روز اول رئیس جمهور خود ما برشان کمپین کرده دا 2014 کته یعنی شما به جرم رئیس جمهور کالای دا مطلق مطلق ما شامل هستم، مطلق بدبخترین انسان افغانستان هستم که بیدی اگر رئیس جمهور کمپین کده بده متاسفانه، پول برشان داده بده متاسفانه، به خاطر ازی داده بودم که رئیس جمهور افغانستان انمی وعده که پیشتر شما در گزارش خود مانده بوده که دستم به خون آلوده نیست، مجاهد نیستم، خلقی نیستم، کمونیستی نیستم، پرچمی نیستم، استاد یا پونتون هستم و متفکر جهان اول هستم، دویم هستم. اول تا به امروز ما میپالیم نیافتیم که اول کی است که دویم امی است. بلیاز خدا ما از محمود صاحب خواهش میکنیم که اول خودت قربانی دادی، خود شما فامیل شما در امی است قربانی دادی، ما هم قربانی هستم. خودتم ببینی ما میخوام چلنج تان بکنم، سبا حج اوقاف وزیر حج اوقاف اعلان کنم برادر، اعلان کنم که قرآن کریم میخوام چاپ کنم، اگر بدون رشوت یا انوایس کس گرفته یا قرارداد کس گرفته. حتی چند وقت چند روز پیش خبر شد مدرسه ای که در کندوز بمبار کرده، مشاور مدرسه آلی به کسی که پول باید مدرسه را ساخته به قراردادی از اونم میخوای 5 لک افغانی بگیره. آقای محمود سند ما برد یک چیز برد، شما باید اول از انمی دونر خود دین روز پرسان میکرد رئیس جمهور د پالوش که بیت سند اجازه امی کلی مردم افغانستان بلند منزل ساخته میشه پرسان نمیکنه که بلند منزل از کیست. هر کس میلیون ها دلار از افغانستان شما میگی، خود رئیس جمهور دین روز گفته که گمرکات سیاسی باید نباشه. چرا سیاسی است؟ جلوی رئیس جمهور کی گرفته؟ جلوی رئیس جمهور کی گرفته که گمرکات سیاسی است؟ با کدام چرا رئیس جمهور به زور تسلیم میشه؟ چرا رئیس جمهور رئیس گمرکات؟ یعنی ما زایوا خبر کنم مهربانی سر مهربانی ما اوتا د دی وطن اولادونی پر دغه میز باندې دغه سوالونه چنه د خور کی د تا کول پرون دغه سوالونه تا کول نن زه تا نه ملامتوم مگر یو خبره درته کوم چې اسمان په دوه ګوټو مپټوي. دا وطن زما استادی، دا وطن د څو غربیانو نه دی چې نن راغلی دي دلته ناستې په افغانستان کې چورو چپاول جوړ کړی دی، لوټمار جوړ کړی دی، وحشت اوس دا قیصاری تاسو باید نن خودکشي باید وکړئ. بسیار تشکر که مدیریت تایم هم در نظر میگیرین.
بین که ما موردوار و مستند صحبت بکنیم. بس شما چیست عنوانتان؟ اونم مبارزه با فساد و یا نگرانی از موجود فساد. لطفا نمی بحث در می استقامت در مورد می سوژه افز بکنین خانم یوسفی اگر اشتباه نکنم تقاضا می‌کنم. ببینین کارایی که شده ما 96% اردو را 84% پلیس 80% کارمندان خدمات ملکی را بایومتری کردیم به خاطر شفافیت. ما یک پروسه رقابتی را در گمرکات اینا درست میگن در گمرکات ما در برخی موارد فساد وجود داشت، درست است؟ حالا هم احتمالاً موارد وجود داشته باشه که ما نمیگوییم که وجود نداره. ما پروسه رقابتی را آغاز کردیم که اونجا از طریق رقابت و شایستگی دوستا به ببینید حکومت خواهی می کارا میکنه. بحث خدمات ملکی یکی از دستاوردهای دیگه ماست که طی 2 سال گذشته 500,000 واجد شرایط افغان در یک پروسه رقابت آزاد رفت. 51,000 بست از طریق رقابت آزاد و با میارها آمد. ببینید پیش از سال 2014 این کشور در میان شماری از حلقات تقسیم شده بود. فرزندان رهبران، فرزندان شمار با حفظ احترام به رهبران این کشور، با حفظ احترام به خانواده‌های بزرگ این کشور، ولی تقسیمات متاسفانه قومی بود، سمتی بود و و و از این طریق. حالا یک بچه بسیار غریبه که در گذشته مامور رتبه 8 مقرر نمی‌شد، هزارهایش از طریق پروسه اصلاحات اداری به عنوان مدیرها و رئیسها در این کشور کار میکنن. 51,000 نفر است. 51,000 نفر است. بس بلند نامش بگیرید. اجازه می مثلا کی؟ مثلا کی؟ بحث دوم در شما در امتحان کانکور دیدین که فرزند یک دهقان که از غزنی آمده بود اول نمره کانکور افغانستان شد. این اصلاحات بود در اینجا آمده بود. بیشترین مشارکت را برای خانم ها در این نظام ما زمینش فراهم ساختیم. درست است؟ اما باز اغماز نمیکنیم که فساد 70 معین وزیر جنرال و والیان به پای محکمه رفته در مرکز عدلی و قضایی 200 تن محکوم به مجازات شده 1,000 قضیه رسیدگی شده. ما این گام های ساختارمند را برداشتیم. آقای محمود کوتاه بسیار با منظر زیاد که وقت کم داریم در آخر میخواییم که تعهد بعدی حکومت داشته باشیم در قسمت از اینکه حکومت افغانستان چی تعهد داره بر آمریکا و دونرهایش که تال کومن میکردن و حالا نگرانی های دارن از موجود فساد در استفاده پول های کنا. فساد به عنوان یک پدیده شو متاسفانه در بخش های وجود داره. ما براش استراتژی داریم، 3 قانون داریم، نهادهای مشخص را ایجاد کردیم، تعهد ملی منطقی و جهانی برای ملت افغانستان داریم، برای دوستان استراتژیک خود در سطح جهان داریم و ما کوشش میکنیم که با همکاری دوستا، رسانه ها، علمای دین، معلما، مکاتب، وکیل صاحبای محترم و سایر طیف های جامعه در حوزات مختلف مثل اطلاع رسانی، مثل آگاهی عامه و و و گامهایی را برداریم تا با این پدیده شوم که در واقع در برخی از موارد وجود داره و مایه بدنامی افغانستان در سازمان بین الملل و در میان دوستان استراتژیک ما شده و در بخش از این دوستان کلان ما هم در حیف و میل پول ها در واقع مقصر هستند. ما می خواهیم سطح نظارت بالا بره، پروسه های شفافیتی رو به وجود بیاریم. یک پروسه دقیقاً آقای می خواهیم در آخر ویدیوی شما هم داشته باشم که دامی وضعیت اگری با فسادمان گونی که باید از مبارزه شه و مبارزه نشه ادامه ما رو به کجا میکشونه و بالاخره تعهداتی که آقای محمود گفتن و یاسر توجی که اینا گفتن که حکومت تدوین کرده بر مبارزه با فساد عملی خواهد شد. تش خبری دی کوتا 3 ثانیه دی دا تش خبری دی دا د کرزی صاحب د حکومت ته شروع څخه بیا در دانه نورځ پرې کمیسیونونه جوړیږي ادارات جوړیږي دا ولاړ سي هغه راسي یو ایست کې بل پر ولګي نتیجه ورځ په ورځ باندې په فساد کې غرقي یعنی هیڅ امیدواری وجود نداره. ما شخصا به این نتیجه رسیدم متاسفانه که اهالی ای به فرهنګ تبدیل شوه ای فساد اخلاقی و فساد اداری متاسفانه در افغانستان بالاخر یک تعداد افراد اس افتخار سرشان میکنه زوری که سرشان نمیرسه. ای که محمود صاحب عالی مجبور و مکلف است، یک جوان است، یک جوانی یک استاد است و بالاخر مجبور است که دفاع کنه چون معاون سخنگوی رئیس جمهور است. اما بلیاز خدا بلیاز قرآن بیایم مردم را یک بار پرسان کنیم، بیایم کامرا را محمود صاحب کتیما بوره و همین کامرای آریانا را میگیرم. در صد اگر 5 نفر گفته
که حکومت به تعهدات خود خصوصا در مقابل فساد تشکر آقای نتیجه گرفته ما ملامت تشکر آقای با تشکر زیاد از آقای لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور و همچنین آقای عبدالرحیم ایوبی عضو پیشین مجلس نمایندگان که در بحث امشب برنامه پس از خبر با ما بودند تشکر بسیار زیاد برنامه پس از خبر هم در همین جا به پایان می‌رسد.